به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. در روز دوم تفسیر خبر از استودیوی مرکزی ایران فردا در لندن، اینکه هوای واشنگتن مستقر نیست و در آغاز بهار دوباره سرمای زمستانی بازگشته بود، در روزی که من عازم لندن بودم چندون تعجب آور نیست، چون در واشنگتن هم گفته میشه این روزا که هواش عین سیاستش متغیر هست و گاه متضاد. اما در انگلستان دیروز هوا نسبتاً گرم، امروز بسیار سرد. هوای انگلیس غیر مستقر، کمی تعجب آور. با شما عزیزان خواهیم بود، چون برنامه‌های پیشین تفسیر خبر در این برنامه هم میپردازیم به آنچه که در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و در ارتباط با زندگی روزمره مردم ایران در ایران میگذره و همینطور در منطقه. اینکه وزیر دفاع سوریه در ایران چه میکنه، پولهای کثیفی که در موردش صحبتهای بسیار بود، از جمله وزیر کشور در حکومت فقیه درباره پولهای کثیف و ورود این پولها به انتخابات صحبت کرده بود و بعد حرفهای خودش رو پس گرفت، چه نوع پولی است؟ بقیه پولهایی که به حساب مسئولان جمهوری اسلامی ریخته شده آیا پولهای غیر کثیف و بسیار بسیار تمیز هست؟ و همینطور اونچه که حکومت ایران در یمن انجام میده تا چه اندازه‌ای به سود مصالح و منافع ملی ایران هست و تا چه اندازه‌ای به زیان ایران و مردم ایران و نسل‌های آینده، و اینکه دکتر حسین قاسمی از مسئولان سازمان قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر نکته انگشت گذاشته که قابل تأمل هست. در اثر سوء تغذیه ایرانیان به طور متوسط 4 سانتی متر کوتاه‌تر شدند. نه تنها زندگی مادی شما را بهتر خواهیم کرد، بلکه زندگی معنوی شما را هم بهتر خواهیم کرد. از گفته های آیت الله خمینی در نخستین سخنرانی در پی بازگشت به ایران در بهشت زهرا. معدل این بهبود زندگی مادی و معنوی ایرانیان یکی هم همین 4 سانتی متر کوتاه‌تر شدن مردم ایران هست که لابد قدشون از نظر علمای اعلام، حجج اسلام، حاکمان دینی ایران زیادی بلند بود. دست کم 4 سانت باید کوتاه‌تر می شد. و موضوعات دیگه با من و شما هستند و در خوشحالی بسیار من که در کنار آقای ناصر محمدی عزیز هستیم در استودیوی ایران فردا در این شماره از تفسیر خبر، و آقای فریار اسدیان تحلیلگر سیاسی در آلمان با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. جناب محمدی عزیز سلام، که پیشتر عرض سلام کردیم، خوشحالیم که در کنار شما هستیم. عرض ادب دارم جناب چلنگ، خدمت شما خیر مقدم عرض میکنم. واقعا باعث خوشحالی است که شما اینجا تشریف دادی رو، بنده هم زیر سایه شما هستم. واقعا این رو دارم میگم، یاد میگیرم هموار از شما، حالا چه از راه دور چه از راه نزدیک. نفرمایید. به هر حال خیر مقدم عرض بکنم و سلام عرض بکنم خدمت آقای اسدیان و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران.
شما به هر حال این فروتنی شما چوبی است که همیشه بر کف ما زده میشه. اما ناصر خان، این هوای انگلیس چه اینطور؟ همه دوستان قبل از اومدن به ما گفتن بله بسیار خوب، آفتابی، گرم، و این خب زیاد جالب نیست الان در روز اول در لندن برید دنبال پولیور بگرده برای خرید پولیور، اینجا چرا غیر مستقر؟ نه در واشنگتن با دولت اوباما هر لحظه پرفی و حدیثی و صحبتی گاه متضاد با دیروز، دیگه عادت کردیم در اونجا من و میلیون ها کس دیگه. اتفاقا اما در اینجا چرا؟ اتفاقا شما وقت صحبت هوا رو کردید بخواستم بگم که تازه موقع خوبی تجربه آوردید. لندن از قدیم میگفتن که در یه روز چهار فصل رو میتونی تجربه کنی، بهار داره، تابستون داره، در همون یه روز زمستون داره، پاییز داره. الان تازه موقع خوبشه واقعا، تو این یکی دو هفته خیلی دیگه منت گذاشته سرمون. حالا واشنگتن رو من درست نمیدونم، ولی آنچنان که میدانم و شما فرمودید الان اونجا هم مثل که تغییراتی داره، در حالی که درست یه ماه پیش بود، یه ماه و نیم پیش 20 درجه زیر صفر بود و برف زیادی باریده بود. حالا نمیدونم باز دوباره چرا دوباره سرمان گرم شد و بعد دوباره یک مرتبه روز قبل از اومدن من چنان سرد شد که دوباره دورش بردیم به طرف پالتوهایی. ولی حالا در لندن به اصطلاح تازه موقع خوبشه، به نظر من بهتر خواهد شد. حالا با قدم شما بهتر میشه. ببین قدم ما اگر واسه گرمای هوا میشه در لندن خوبی هوا. در حال به اتفاق بریم و سلام بگیم به آقای فریار اسدیان در آلمان. سلام به شما. درود به شما آقای طلایی عزیز، درود به آقای محمدی، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. درود میفرستم به همیهنانم در هر جای. خوب هوای اونجا لابد اونجا به خوب هست دیگه، بهاری یا نه؟ برلین هوا آسمان خاکستری ولی خیلی لطیف و زیبا. هوای برلین هم که همیشه تو آلمان معروف هست، برلین لوفت میشناسن همه، یک از خوبی هوا اینجا خیلی بهاری، لطیف و کمی هم بارونی، اما هوا خوبه. و اما هوای تهران، بینندگان ما در تهران بهتر از همه ما میدونن چجوری هست، آلوده هست، پاک چی هست، هرچی به جای خود. اما هوا ظاهرا در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی یه مقداری پسه، یه حرفای امروز زده میشه فردا پس گرفته میشه، پولهای کثیف، این پولهای کثیف هم یه جور شده که وقتی اصطلاح پولشویی به کار میره انگار پولا رو میبرن میشورن و تمیز میکنن. این قضیه پولهای کثیف چیه که در انتخابات و اینها استفاده میشه؟ این انتخاباتی که در دورهای پیشش به خاطرش آدم کشتن، انسان ایرانی رو، جوان ایرانی رو کشتن. ببینید جناب چلنگی، وقتی که آقای رحمانی فضلی از پولهای کثیف صحبت میکنه آدم فکر میکنه که مثل این که تا حالا اینا یه همچی چیزی رو ندیدن و الان تازه دارن شروع میکنن حرف زدنش و این چیزا. البته ایشون حرفش یه مقدار تغییر داد که منظورم اون نبود است و این بود است و که آقای صادق زیبا کلام پاسخ بسیار محکمی به ایشون داده بود. اما خب سوال اینجاست که خب وقتی که بحث میکنن پولهای کثیف، آیا مگر غیر از این هست که به هر حال سرمنشأش میرسد به نهادهای حکومتی بدون تردید؟ چگونه میشود انسانی فرض بکنید چندین میلیون دلار در عرض مثلا یک مدت کوتاه به دست بیاره؟ پروژه شاندیزو اینا رو میدونیم. مثلا الان صحبت میکنن آقای روحانی اخیراً گفتن که دلالان تحریمی، اونایی که از تحریم استفاده میکرد، خیلی جالبه، اونایی که از تحریم سوء استفاده میکردن و فلان به فکر شغل دیگری باشن، از این به بعد تحریم ها رو بر میداریم و نخواهد بود. اما ایشون نمیگوید که برای دور زدن همون تحریم ها خود نهادهای دولتی از جمله دولت آقای احمدی نژاد افرادی امثال بابک زنجانی رو برداشت گذاشت و علنا هم میگن که بهش نفت در اختیارش گذاشتیم که ببرد بفروشد. الان وزیر نفت میگوید آقا پولش بر نگشته. یک چیزی در حدود 4 میلیون دلار، بیش از 4 میلیون دلار فقط یه فقره نفتی است که آقای بابک زنجانی برداشته برده برای همین
دور زدن تحریم ها. 4 میلیون یا میلیارد؟ 4 میلیون. بله. در یه فقرش فقط. حالا تو در تاجیکستان نمیدونم برنامه داره، در مالزی نمیدونم بانک درست کردن، همش هم سوری. گویی یا مثلا آقای وزیر کشور که این صحبتو میکنه برای اولین باره که با یک چنین پدیده ای روبرو میشه، در حالی که ما میبینیم این پولهای کثیف سراسر نهادهای حکومتی رو فرا گرفته. واقعیت این است که سراسر. آخه احمدی نژاد که میگفتن دیگه پاک دست‌ترین آدم از دولت پاک است، خب معاونش الان در زندانه. تازه اون کسی است که باز هم به علت اختلافات سیاسی که بینشون هست این رو دستگیر کردند و دارن تعقیبش میکنن، و الا بسیار بسیار زیادند. راست میگه آقای فضلی، رحمانی فضلی، که بله از الان به فکر این هستن که مجلس آینده رو در اختیارشون میگیرن و با پولهای کثیف، که بازم عرض بکنم این پولهای کثیف سرمنشأش از خود نهادهای دولتی و حکومتی است، میخواهند باز دوباره در مجلس نفوذ کنن، گویا که این اولین باره. در حالی که آقای چلنگی ما خودمونم میدونیم از روز اولی که این انقلاب شد، الان شما اشاره فرمودید به حرفای آقای خمینی در بهش زهرا که دنیاتون و عاقبتتون رو نمیدونم جهان این دنیا و اون دنیا رو اصلاح میکنیم، مرتب میکنیم و غیره، از همون موقع، درست است که در زمان آقای خمینی کمتر بود، از همون موقع شروع شد مصادره اموال، امثال لاجوردی ها، قیامی ها. خب چه کرده بوده؟ پول ها رو گرفتن دادن در اختیار یه عده دیگری. همین الان فقط این نکته را بگم و من متاسفانه زیاد صحبت میکنم مسئله سر میره، در همین زمان آقای احمدی نژاد مسئله این هستش که یک باره میبینیم دلار از 1000 تومان میرسه به 3000 تومان. آخه چه کسی منشأ توزیع دلاره؟ غیر از دولت مگر کسی پول داره که این کار رو بکنه؟ بعد میای دلار مثلا قیمت دولتی میذاره 1200 خورده ای، بعد وقت 3300 تومان در بازار میفروشن. وقتی که ریشه یابی میکنی میبینی تمام اون نزدیکان رفتن پول دلار رو به قیمت بانکی خریدن، بردن تو بازار فروختن. بعد یه دفعه میان یه آقای به اسم جمشید بسم الله رو میارن وسط، میگن فقط این یه نفر رو باعث بودن. مگه میشه که یه ارزش پول مملکت رو یه دفعه یه نفر یه جمشید بسم الله بیاد؟ در حالی که ما دیده بودیم اقلا واسه 30 سال دلار یه نرخ داشت و هیچ بالا پایین هم نشده بود، مگر در زمان کوتاهی در زمان دولت آقای دکتر مصدق که 2 تومن بالا پایین شده بود. نه برای یه مدتی دو سالها 7 تومن 6 تومن و 9 یا 6 تومن 9 زار 7 تومن که میگیم یعنی 6 تا 1 تومن چجوری بگیم؟ چون 1 تومن 69 ریال رفته بالا. 1 تومن چقدر الان میگن تو تهران دیگه؟ الان به 1 میلیون میگن 1 تومن. 1 تومن این اگه به میلیارد نگن، 1 میلیارد تومن رو الان تایید کننده برنامه در گوش ما گفتن از استودیو که 1 میلیارد میگن. درسته 1 میلیارد یعنی همونی که 1000 میلیون تومان 12 تا 0 داره دیگه. بله دیگه اس بردن آقای محمدی از آقای لاجوردی آقای خیام. برای احتمالا کسانی که نسل جوان که آشنایی ندارن، از بنیانگذاران صنایع نوین ایران بودن آقای خیامی، محمود خیامی، بنیانگذار صنایع تولید خودرو در ایران، ایران ناسیونال بودند که معروف است، هنوز که هنوز هست، کارگران و کارکنان ایران ناسیونال با یادآوری اون دوران، دوران رفاهی که داشتند و دوران سازندگی و تولید، روزها و خاطرات اون روز رو مرور میکنن. پایه‌گذاری صنعت تولید خودرو در ایران که ایران در اون زمان خودرو به برخی از کشورها صادر میکرد، کشورهای خاورمیانه. ایران ناسیونالی که مصادره شد و نتیجه رو میبینیم به چه روزی در اومده ایران ناسیونال و بقیه صنایع کشور، پایه‌گذاران صنایع نوین در ایران. و متاسفانه شما بهتر از من شاهد هستین که متاسفانه چه وضعیتی داره ایران از این نظر هم.
با غیبت و عدم حضور و ترک صحنه به ناچار و ناخواسته پایه‌گذاران صنعت نوین در ایران، از جمله آقای محمود خیامی که گفتم از یعنی پایه‌گذار صنعت خودروسازی در ایران بود، آقای اسدیان عزیز. این پول‌های کثیف از اساس مال کی هست؟ و وقتی وزیر کشوری میاد صحبت پول‌های کثیف رو میکنه و نقشش در انتخابات، چه کسی پس دیگه مسئول هست وقتی خود دولت داره تایید میکنه؟ خب باید اقدام بعدی چیه؟ فقط همین آمدن و گفتن هست یا باید کاری کرد؟ این مجلس، مجلسی که به گفته وزیر کشور با پولای کثیف ساخته میشه، از اون ورم شورای نگهبان، چه مجلسیست؟ اصلا مجلس برای چی؟ چه لزومی داره وقتی ولی فقیه هست نماینده بلافاصله خداوند بر زمین؟ دیگه مجلس دیگه واقعا بفرم. درست هم هست، واقعا همین که میگیم هست. همه این نهادهای دولتی ایران بیشتر سوی هست تا یک نهادهای مدنی، یک نهادهای مدرن امروزی. واقعیت اینه که آقای چالنگی، این سیستم پولی و پولشویی ایران خودش تبدیل سیستم شده. یعنی وقتی که شما همین آقای فضلی میگه 50 میلیارد تومان داروهای غیر گمرکی وارد ایران میشه، خب این از چه راهی وارد میشه؟ یعنی باید یک کسانی باشن که حامی اینها باشه، کسانی باشن که اینا رو بتونن آزادانه وارد کشور بکنن، آزادانه وارد بازار بکنن و بفروشن. یا از 10,000 تا شرکتی که اینها اومدن بررسی کردن، حدود 3,000 داشت آدرس مشترک داره، یعنی 600 میلیارد از مالیات رفته. خب این پولا باید یک جایی بره. من یادم، شما به خوبی به یاد دارید وقتی که آقای مهافرید خسروی نامه ای نوشت به آقای خامنه ای که شما منو به عنوان رشوه‌دهی محکوم دارید، من به عنوان رشوه‌دهی هم اعدامش کردن، اما هیچ وقت از رشوه‌گیران صحبتی دیگه به میان نیومد. اما تو اون نامه ای که نوشت و همون نامه هم باعث قتل شد، بیان کرده بود که شما برین از آقای مجتبی خامنه‌ای بپرسین. یعنی بیت رهبری و مخصوصا آقازاده مجتبی خامنه‌ای، اینها شرکت مستقیم در این کارها دارن. یعنی اگر نهادهای دولتی، شخصیت‌های بانفوذ، آیت الله‌ها اینها نباشن، مگر میشه سیستم به این افتضاحی، یک سیستم اختلاس، رشوه‌دهی، رشوه‌گیری با این ابعاد میلیاردی بتونه عمل بکنه؟ واقعیت اینه که هر کی هم بیاد حرف بزنه، همین ایشون اومده تو مجلس این مسائل مطرح کرده، دوباره هم اومده، یه حجت الاسلامی هم بالاخره مجبورش کرد که باید از اعضای مجلس عذرخواهی بکنی، عذرخواهی هم کرد. ولی با این وجود میگه من نامه نوشتم به آقای لاریجانی که خواهش میکنم این جلسه رو غیر علنی برگزار بکنی، چون ارقامی که من میدم از این پولشویی و پولهای کثیف امکان داره مورد سوء استفاده رسانه‌های داخلی و خارجی قرار بگیره. یعنی وقتی که دستور از بیت رهبری میاد، باید همه دهان‌ها بسته بشه، روزنامه‌ها مورد کوچکترین اشاره‌ای دیگه نکنن. یعنی اگر وزیر کشور واقعا اگرم بخواد زیاد حرف بزنه، اینم به سرنوشت آقای خسروی دچار خواهد شد، اعدام میشه، زیر ماشین میره، ترور میشه، همه این احتمالات هست. بنابراین این سیستم پولشویی، پول کثیف که واقعا بابا میاد میگن که ما هزینه ها و خرج و دخل دولت اصلا معلوم نیست، چقدر هزینه است، چقدر خرج، هیچ کسی چی نمیدونه، اینا پولا کجا میره؟ خب این پولا صرف سوریه میشه، صرف تروریسم در یمن میشه، صرف تروریسم در لبنان میشه، صرف تروریسم در هزار جای جهان دیگه میشه. واقعیت اینه اگر کسی به معنای واقعی بخواد جلوی پولشویی، اختلاس، رشوه‌دهی و رشوه‌گیری، فساد گسترده رو بگیره، باید از بیت رهبری شروع کنه. یعنی ما ام الفساد جامعه امروز ایران در همه زمینه‌ها
در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای است. از طرف دیگه واقعا اگر شما می‌خواید جلو این اختلاس رو بگیریم، باید روزنامه‌ها رو آزاد بذاریم. باید روزنامه‌ها بتونن، خبرنگاران بتونن این مسائل رو پیگیری کنن، به اطلاع مردم برسونن. شما همه درا رو می‌بندین، بعدش هم میگین ساکت، دیگه هیچ کس هم حرف نمی‌زنه. آقا 170 نفر اسم دادن به مجلس، چرا این اسامی رو اعلام نمی‌کنید که پول گرفتن؟ خوب. چون همه اینها در نهایت منتهی میشه به بیت آقای رهبری. هیچ راه دیگر نیست اگر واقعا میخوان با اختلاس مبارزه کنن. جور دیگه هم نمیتونن. از الان هم شروع کردن به تهدیدا. شما اگر حرف بزنید سرنوشت بنی صدر پای چه از این مزخرفات. اگر بخواین با فساد مبارزه کنی، واقعا شما مخاطب حرف فرمایشتون کی هست؟ یعنی حکومت ولی فقیه؟ اولا مگر فساد دیده میشه یا اونچه که گفته میشه؟ مخاطب حرف شما کیه اگر بخوان با فساد واقعا مبارزه کنه؟ افرادی مثل همین آقای رحمانی فضلی کم نیستن که فکر میکنن میتونن کاری بکنن، اما چون در چارچوب این سیستم حرکت میکنن، با یک اشاره از بیت رهبری تمام صحبت هم پس میگیرن. اصلا میگه ما در مورد چیزهایی من صحبت کردم که وجود خارجی در این مملکت نداره. یعنی نمیخوان جلوی فساد رو بگیرن. یعنی مردم چرا نمیخوان؟ چرا؟ اعلام میکنن همین آقای وزیر نفت میاد میگه ما از بودجه کشور نمیتونیم حقوق کارمندان خودمون رو بدیم، معلمان نمیتونن حقوقشون رو بگیرن، هزاران کارگر وجود داره که ماها حقوقشون به تعویق افتاده، در صورتی که این همه پول وارد این کشور میشه. این پولا کجاست؟ واقعا اگر میگم الان دوباره بحثای اتمی داره شروع میشه، این مسائل رو مطرح میکنن، جو فضا رو میگیرن، باز اون مسئله اصلی میره در کنار. دفعه پیشم آقای ناس محمدی و شما به درستی اشاره کردین که اینا واسه اینکه یک بحران رو بپوشونن، از خان عمومی رو منحرف کنن، یه بحران دیگه رو به وجود میارن. اینها خواهان مبارزه با فساد نیستن. وقتی که خودشون میان اعلام میکنن که هر نماینده مجلس به اندازه 5 سال حقوقش که حقوق بالایی هم میگیرن خرج انتخابات میکنن، این خرج از کجا میارن؟ از همین جاها تامین میشه، از همین بودجه ها، از همین پولا تامین میشه. یعنی فساد ذاتی این سیستمه و با این سیستم هم باید از بین بره، جور دیگه هیچ راه دیگه ای نیست. من فقط یه نکته اینجا اضافه کنم، همین الان البته چندی پیش شروع شده درباره خانم به هیلاری کلینتون که بنیاد کلینتون در برنامه دیگه هم اشاره کردم، پولهای نسبتا زیادی از جاهای مختلف گرفته یا زیر پوشش سخنرانی هایی که آقای کلینتون، بیل کلینتون میکرده و حتی دخترشون چلسی به عنوان حق سخنرانی پولهای زیادی میگرفتن، بیشتر از اون حد نصاب طبیعیش برحال، و تسهیل میکرده در مقام وزیر خارجه قراردادهایی رو برای اونهایی که پول میدادن به بنیاد کلینتون، و این خب جرمه در آمریکا. اونطور هم که آقای اسدیان اشاره کردن در اونجا، خب برحال مطبوعات رسانه ها آزاد هستن، دست کم در آستانه انتخابات بسیار دقیق میشن نسبت به این مسائل، و الان در جریان هست تا 1 ریال 1 سنتش هم بررسی میکنن و رسیدگی میکنن ببینن از کجا اومده به کجا رفته، آیا تهمت دارن میزنن، و همه اینو داره روشن میشه. این یه داستان دیگه از آمریکاست، یا شاید در انگلیس هم این اتفاقات افتاده در جاهای دیگه اروپا که پولهایی گرفتن. اما آقای محمد بینی و بین الله تماشاچی هم غریب نیسته، قضیه رو یه جور دیگه هم میشه دید. بله درست اینجور میشه دید. آقای خمینی وقتی اومده بودن آقای اقتصاد مال چارپایان است، حالا لفظ چارپایان، و بعدش هم روحانیت شیعه اومده در این مملکت در ایران حاکم شده، پول و دارایی و مکنت و این حرفا هم به روایت روحانیت این از باعث گمراهی و فساد و انحراف و معصیت و خطا میشه.
قبلش هم که مردم پولی در می آوردن می رفتن به یه طریقی خمس و زکات و اینا می دادن به امام مسجد و امام که چه از کنم اون موقع پیشنماز مسجد می کنن بعدن امام اختراع شد، یعنی امام سیزده هم آقای خمینی رو کم کم به عنوان امام اختراع شد. بله درست. حالا یه میون بر زدن این نفته که میره به جایی که بره به چرخه خمس و زکات بده بعد باعث لهو و لعب و گمراهی و خطا و معصیت و اینا بشه، مستقیم در میارن یه نون و ماستی هم میدن به مردم میخورن، مردم هم کمتر مرتکب معصیت میشن. و بعد از اون برم این روایت هم هست، میان برداشت خودشون از این روایتی که به پیامبر اسلام نسبت میدن میکنن که الفقر و فخری بله. فقیر هم که هستید خب باعث فقر و هرچی در حسیری بخوابید و فلان و اینا، این اشکالش کجاست؟ یه همچی اگر اینجوری قضیه دیده بشه که دیگه فساد مالی نیست و نمیدم این چیزا، این اشکالش کجاست؟ به همین دلیل آقای خامنه ای بالای الان دیگه 100 میلیارد هم نگه داشتن که مردم مرتکب گمراهی نشن. بفرم این دیدگاهی که شما تنزالود مطرح کردین در واقع نه میتونه واقعی هم باشه بدون تنز، درست هست. مسئله همین هستش که اتفاقا جالبه که یک مقاله رو باز بنویسین در همین زمینه بح. که واقعا داستان چیه؟ شما چاپ میکنین؟ بفرم ببینین اشاره فرمودی اگر اجازه داشته باشم اختیار داریم یه نکته رو بگم. مسئله این هستش که الان آقای اسدیان اشاره میکردن که ساختار نظام هست که مشکل داره و واقعیت هم هست. بارها در همین برنامه خود حضرت عالی اشاره کردین که فقط از بابت اجرای فرمان 8 ماده‌ای 95 میلیارد دلار زیر نگین آقای خامنه‌ای است. آقا تمام این دعواهایی که الان دارن میکنن آقا پولای ما رو بلوکه کردن در غرب و فلان 120 میلیارد دلاره. یعنی یه قلم به اندازه همون فقط در دست آقای خامنه‌ای است. حالا از بیت رهبری بگذریم به همین سادگی بگذریم، حالا فرض کنم 95 میلیارد باشه، این حالا این که آقا مجتبی هست و اصلا یه تشکیلاتی است اصلا کنار دولت، که دولت کیه؟ حکومت واقعی در اونجاست. اما شما نگاه بکنید در کجای عالم آقا یه کشور فقط یه کشور رو به من اگه نشون بدی من قانع میشم که سپاه پاسدارانش کار اقتصادی انجام میده. یعنی این شکل گسترده نه آخه یه جا باشه که کار واقعا کار بازرگانی انجام بده هستن. یه وقت هست فرض بکنید در کشور دیگه فرض بکنید واحدهای ارتشی در یک کشوری سلاح ممکنه تولید بکنه، پوتین سربازی ممکنه تولید بکنه، یه داستان دیگه است. اما اینکه بیان تو قند و چایی و نمیدونم شکر و واردات و بعد مواد مخدر و قاچاق و اینا وارد بشن و فعالیت بکنن خیلی مسخره است. ولی حداقل محدود مثلا چون بینندگان ممکنه بعضی ها بگن که بله مثلا در برمه جنرال های برمه در قاچاق تولید و تریاک خب نقش اساسی داشتن قاچاق، ولی محدود بود، یه تعداد محدود بود و نقش عمده نبود. اگر اون هم بود باز قابل توجیه نیست. بله هیچ جای عالم یک کشوری که اونم کشوری مانند ایران که حساب کتاب داشت، ارتش همه جاش حساب کتاب داشت، واقعا وقتی میگفتن دزدی میشه جناب چلنگی اون مقام قدیم رو یادمونه دیگه، توی اداره فرض کنید 2000 نفره 4 نفر تو کارپردازی پیدا میشدن که میگفتن اینا یه کمیسیونی میگیرن. اما الان به قول آقای اسدیان سپاه نه رشوه دهنده رو میگیرن اعدام میکنن. نه سپاه رو که داریم میگین فساد اینا ببینید خب میگم تماشه چی غریب روزنامه نگار هم نسل من بلد. جلو دوربین تلویزیون آمده و صحبت کرده و گفته که یکی از آقای قاسم سلیمانی عارف نمیشه، حالا من نمیدونم عرفان در مورد آقای ممکنه هم از باشه، یعنی مثلا ممکنه عارف نه اینکه به معنی عارف نماز خونه و ممکنه پولی هم نداشته من نمیدونم، ولی سپاهی که فرماندهش عارفه دزدی هم میکنه. نه ادامه بدیم. والا واقعا جالب هستش که زاهد هستن اینها، حالا عارف که اصلا بحثش جداست.
نه اینکه دزدی میکنه، اصلا همه کارش دزدیه. از زمان آقای رفسنجانی شروع شد به سپاه و واحدهای اطلاعاتی اجازه دادن که در تجارت و امور اقتصادی شرکت بکنن، تا اقتصاد بازار محور حاکم نشود در ایران، که من فکر میکنم همونجوری که آقای اسدیان اشاره کردن با حضور و وجود این نظام جمهوری اسلامی امکان پذیر نخواهد بود، تا اون اقتصاد بازار محور نباشه، رقابت نباشه. اشاره کردید به دوران گذشته، ببینید در همون موقع کفش ملی رو ما به شوروی صادر میکردیم. بله، شوروی اولین کشوری بودیم در منطقه، که البته روشنفکرامون همش هم ایراد میگرفتن که آقا ماشین چرا باید همش مونتاژ باشه، در حالی که بنده به زرس قاطع عرض بکنم روز اولی که پیکان رو درست کردن 79% خطاتش از خارج وارد میشد، ولی روز آخر درست برعکس 21% از خارج وارد میشد، 79% تولید داخل بود. تمام شهر صنعتی رشت و اینا رو برین، از اون الکتروموتوری که درست میکردن واسه دینامو غیر وزالک، همش در ایران داشت تولید میشد. آقا اینا رو از بین بردن، خب و حالا جایگزینش هیچ چیزی ندارن، هیچ شده واردات. خودشون حالا صحبت واردات میکنن از چین، یعنی تازه شکایت میکنن که چرا از چین آوردیم. خب بابا، آخه آقای چرنگی، مسئله این تحریم ها نیست. قبل از این تحریم ها هم آقای احمدی نژاد و دوره قبلش یادمونه این فشارها بود. حرف هم که میزنی میگن آمریکا ما رو 35 سال 36 سال تحریم کرده. آمریکا کدوم تحریم رو کرده؟ حالا فرض کنیم بوئینگ مثلا یه صنایعش رو نمیدونم قطعات شد، ولی روزگار نمیدونم برنج و روغن و اینا رو که تحریم نکرده. الان آقای نجفی صحبت، آقای جهانگیری صحبت کرده، مقام ارشد دولت، که در بودجه امسال مسئله یارانه ها با مشکل روبرو است، متاسفانه نداریم بدهیم. آخه یعنی میشه که حتی دیگه یارانه هم نتونیم بدیم؟ و شما حتما خاطرتون هست، به خوبی یادتون هست که وقتی این یارانه رو مخواستن شروع بکنن بدهند در زمان آقای احمدی نژاد، که یک نمایش بود در واقع، تمام اقتصاددانا اعتراض کردن کتبن که آقا افزایش نقدینگی باعث تورم خواهد شد. آقای سعید لیلاز سر همین حرف بود، مثل این بازداشتش آقای لیلاز رو گرفتن اصلا. اصلا خیلی جالبه، الان اومده آقای روحانی میگوید باید نرخ بهره بانکی بیاد پایین. مگه بایدی؟ اکثر تو اقتصاد اینجوری نیست. میگوید به همان نسبتی که تورم آمده پایین، اومده پایین، ادعا رو ببینید، به همون نسبتی که تورم آمده پایین باید سود بانکی و بهره بانکی هم بیاد پایین. حالا بگذاریم که میگفتن اصلا بابا سود بانکی اینا که رباخاری اصلا نباشه، آخه کجا تو تورم اومده پایین؟ هر روز داره نرخ بالاتر میره و مردم. اون وقت جناب چلنگی 800 میلیارد دلار سرمایه های ایران سر از دبی یا امارات در میاره. حالا بگذاریم از اون پولایی که میدن به گروه های امثال حوثی ها، امثال حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، یکی دو تا هم که نیستن. ولی بیشترش این وره ها، یعنی مثلا به سوریه فعلا مثلا حدود 20 میلیارد کمک شده، به فلسطین اینقدر، ولی بیشترش این وره. شما نه، جواب منو به طور دقیق ندادین که این علمای اعلام خب میخوان مردم مرتکب معصیت نشن، اشکال کجاست؟ خب بله، بار معصیت رو همه رو بر دوش خودشون گرفتنش، ممکنه اینجوری باشه که خودشون بار معصیت رو بگیرن به دوششون که مردم معصیت نکنن. آقای آل احمد یادتون هست دیگه، وقتی اول غرب زندگیش نمیشته تراکتوری که در روستا دیده و مصیبت ها شروع شده، مخالف بوده با اینکه میگه ماشینی داره میشه و بله، پیکر شیخ فضل الله احمد که میدونه از چپ چپ تا راست راست از مریداش بودن در دهه 40. حالا یه روزی خواهیم پرداخت. مونتاژ رو که اشاره کردن، کره جنوبی مگه از کجا شروع کرد؟ خود ژاپن. خود ژاپن. و ما که هیچ چیز نداشتیم، به هر حال کفش ملی رو اشاره کردین، ایران ناسیونال به مصر و بقیه کشورهای خاورمیانه اتوبوس صادر میکرد و جای دیگه. حالا اون بحثی است، امیدواریم یک روز بتونیم بپردازیم به صنایع ایران پیش از انقلاب به کجا رسیده بود، پایه‌هاش تا چند اندازه مستحکم شده بود که اگر
انقلاب نمیشد ایران امروز کجا بود؟ به کجا میرسید با درآمدهای نفتی پس از انقلاب که متاسفانه امروز روز آنچه که از چین وارد میشه شما عزیزان بهتر میدونید، حتی با چند بار من اشاره کردم حتی آفتابه که از ارکان فقاهت هست، ارکان مورد بحث در بین حجج اسلام، علمای اعلام هست و به هر حال نقش مهمی داره در سجاده، آقا حالا سجاده به هر حال همه، و آفتابه رو هم از چین وارد میکنن که آره چه اندازه باید آب داشته و چه اندازه نباید باشه، آب کرچی آب در آفتاب جا میگیره چی هست، اینو از چین وارد میشه، یعنی از چین کمونیست. آیا از نظر شرعی این اشکال داره یا نداره آفتابه ای که از چین وارد میشه، مرجعی آیت اللهی حجت اسلامی، کسی که حاضر نیست با ارمنی هموطنش دست بده چون میگه یا با بقیه و چون ملاحظاتی داره، همه اشیاش از چین وارد میشه، سجاده سجده‌ای که میکنه آیا درست هست از نظر قوانین و مقررات شرعی؟ اینا بحثایی است که من نه میدونم نه آقای محمدی حتما میدونن، که حالا امیدواریم در برنامه دیگه اگه خبر روز بود حتما بپردازیم به این موضوع. اما یک نکته هست آقای اسدیان عزیز، نکته این که در ایران یک ساختار حکومتی هست که در از این بابت هم در هیچ جای جهان نیست. از مدت ها پیش، یعنی از مدت ها پیش که شاید از همون دوره اول ریاست جمهوری به امروز، نظام به شکلی است که دولت در مجموعه نظام همیشه نقش اپوزیسیون رو بازی کرده. یعنی شما در کجا در آلمان یه همچی چیزی رو در تاریخ آلمان سراغ دارید؟ حالا این نقش رو بازی کرده به سود مجموعه حفظ نظام بماند، مثلا در دوره آقای خاتمی تا جایی رفته که دیگه ناچار شده اونجا دیگه واقعا روشن کنه تا کجا اپوزیسیونه، که آمد و به صراحتا اعلام کرده آقای خاتمی که شما میخواید از من که روبروی نظام بیستم، خیر چنین نمی کنم. حقش هم بود، درستم میگفت، انتظار بیهوده‌ای بود از آقای خاتمی. اما این یعنی چی؟ همین امروز روز اون آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، که مرتب میگفت که میگم، خواهم گفت، چه خواهم گفت، ایستاده بود یه مقداری حرفای علیه آقای خامنه ای زدن در لفافه، این یکی هم حجت الاسلام و المسلمین و طبعا مسلمات، آقای حسن روحانی هم همینطوری، مثلا یک عده‌ای که پول دارن و قدرت اسلحه دارن و حالا گوشه به پاسداران میزنه، یک عده‌ای که فلان هست و ظلم فقط این نیست و حجاب نیست و بقیه چیزا هست، چیه قضیه؟ این ساختار چه نوع ساختاریست که دولت درش همیشه اپوزیسیون بوده، مخالف بوده؟ بفرم. آره همونطور که شما اشاره کردید، واقعا در هیچ کجای جهان ما یک نظام حکومتی مانند نظامی که امروز بر ایران حاکم است نداریم و نداشتیم، و من واقعا متاسفم که باید بگم، اشاره کنم، یک ملت بزرگ و کهن و آفرهنگی مثل ملت ایران، مردم این سرزمین، تنها ملتی است روی این کره زمین که شایسته حقش نبود که چنین حکومتی رو داشته باشه. واقعیت اینه، شما میدونید که اون قانون اساسیشون همه چیز رو منسوب کردن به قوانین اسلامی، یعنی هر قانونی که به تصویب برسه باید منبعث از اسلام باشه و رهبر هم در ولی مطلق فقیه هم همه کاره این نظامه. یعنی شما هیچ کجا در جهان نمی‌بینید که شورای نگهبانی بیاد کاندیداها نامزدهای مجلس رو تایید بکنه، تر کاندیداهای ریاست جمهور رو اول تایید بکنه، بعد از تایید مردم برن یک کسی رو انتخاب بکنن. حقیقت در واقع هم هیچ گونه انتخابی نیست. در کجای جهان شما می‌بینید که 50% از جمعیت ایران که زن باشن حق دخالت آنچنانی نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در فرهنگ، در هیچ کجا نداشته باشه؟
زن رو از خوندن محروم بکنن. واقعیت اینه که اگر ما بخوایم، یعنی مردم ایران باید بیاندیشن، اگر میخوان که چون این سیستمی را نداشته باشن، باید به ایدئولوژی پشت سر این سیستم هم نگاه بکنن. 35 سال اونها با خرافات مذهبی به تحمیل مردم پرداختن و من خوشحالم که سال 88 مردم اومدن و گفتن چی میخوان. یعنی یک جمهوری میخوان، یک جمهوریتی میخوان که منبعث بشه از فرهنگ ایرانی، یعنی جمهوری ایرانی رو میخوان، دست جمهوری اسلامی واسه مردم ایران که روه، اما واسه غرب هنوز ناشناخته است این ساختار حکومتی که در هیچ کجای جهان بشر هیچ گونه تجربه ازش نداشته. من امیدوارم که واقعا مردم بیشتر به مسئله ایدئولوژی که این نظام بپردازن و گول خرافات این اسلامی رو نخورن. بله آقای اسدیان، البته حالا این یک بحث تئوریکه یا یک بحث جامعه شناسی است یا تاریخ شناسی است یا هر چه که هست، امیدواریم جای دیگه بشه بپردازیم. اینی که میفرمایید یک جمهوریتی که مربوط یا مرتبط یا هر چه که هست در ارتباط با فرهنگ ایرانی است رو اگه یه مقدار توضیح بدید، برای اینکه در فرهنگ ایرانی که بخشش این فرهنگ رو باید جستجو کرد، در تاریخ ایران خب جمهوریتی وجود نداشته. حتی در زمانی که رضا شاه پیش از پادشاهی آمد و خواست جمهوری اعلام کنه، اتفاقا همین روحانیت به رهبری مدرس مخالف بودند. و استنباط من از شما، اگر در جستجوی فرهنگ ایرانی باشیم در طول تاریخ، خب طبعا پادشاهی هست یا کسانی که خواستار پادشاهی هستن میتونن بگن که آنچه که مربوط به فرهنگ ایرانی هست پادشاهی است. بنابراین شاید اگه توضیح بدیم ممنون میشم. به اضافه این که شاید بهترین راه این باشه زمانی که مردم در آزادی کامل رأی و آزادی مطبوعات و یک دوره حالا چجوری فراهم بشه بیان و آزادانه، نه اینکه جمهوری اسلامی آری یا نه، بیان و انتخاب کنن نوع نظامی رو که هست. حالا محتواش رو هم طبعا مهم هست، چون شکل حکومت که تعیین کننده محتوای حکومت متاسفانه نیست، همون که الان جمهوری سالا این یکی اسلامی، جمهوری دموکراتیک ما داریم که اصلا مستبدترین جمهوری ها معمولا اسمشون رو میذاشن دموکراتیک، و انواع جمهوری های بسیار آزاد خوبی هم نسبتا داریم این ور اونور دنیا، پادشاهی های خوب داریم. و میگم شکل نظام معرفه لزوما محتواش نیست. هی توضیح بفرمایید این جمله رو، ممنونتون میشم. ببینید آقا چلنگی، من از کلمه جمهوری استفاده نمی‌کنم، بلکه منظور من اون جمهوریتی هستش که در تاریخ ایران، در فرهنگ ایران وجود داشته و عمل می‌کرده. شما اگر به این کتاب تاریخ ایران هانس کریستیانسن مراجعه بکنید، یه بخش بسیار بزرگش رو اختصاص داده به دوره اشکانیان، که اونجا ما مجلس مهستانی داشتیم که این مجلس مهستان پادشاه انتخاب می‌کرده، پادشاهی ارثی نبوده، یعنی به این معنا نبوده که پادشاه که مرد یا در جنگ از بین رفت یا به هر حال از این جهان رفت بر بس، حتما باید پسر اون جانشینش بشه. به این صورت نبوده. منظورم از جمهوریت عملکرد محتوایی یک سیستم حکومتی است که پادشاه حتما از قانون فراتر میره، پاشو از چارچوب قانون بذاره بیرون، مورد مؤاخذه قرار میگیره. سلطان نیست. ما متاسفانه بعد از اسلام در ایران به استثنای دوره پهلوی ها این نزدیک 50 سال، ما با شکل پادشاهی یا شهریاری در ایران روبرو که نیستیم. ما با یک سلطنت عربی خلیفه‌گری روبرو هستیم که ظاهر پادشاهی قبل از تاریخ اسلام هم به خودش گرفته، ولی محتوایی همون خلیفه‌گریست به استثنای چند مورد که نمونه بارزش رضا شاه و محمد رضا شاه است. من منظورم اینه که ما میتونیم وقتی که مردم میان واقعا 35 سال تجربه دارن از تاریخ اسلام تو این مملکت، بازنگری کردن به خودشون،
برگشتن تاریخ ایران رو مطالعه کردن. هیچ وقت تاریخ ایران اینقدر مورد مطالعه مخصوصا قشر شهری ایران نبوده. برگشتن یه چهره ای از خودشون پیدا کردن، دیدن این چهره با این چهره اسلامی که دارن متفاوته، ماهیتا متفاوته، کیفی متفاوته و به دنبال اونن. ما پادشاه زن داشتیم، نمیدونم فرمانده لشکر زن داشتیم، برابری زن و مرد. پس شما تو اوستا هم حتی بخونیم دختر زرتشت رو میگه من کاری نیستم که ایشون دختر من با کی ازدواج بکنه با کی ازدواج نکنه. همه این فرهنگ ارزش احیا شدن داره در برابر این فرهنگی که امروز ما دوچارشیم. من اشاره کردم آخه این فاجعه است که شما در یک مملکتی یک انسانی که خودش میدونه در مورد خودش تصمیم بگیره، به خاطر تصمیم خودش بیاین سنگسارش کنیم. این کجا در تاریخ ایران وجود داره؟ شما زن رو اجازه ندین آواز بخونه، موسیقی بخونه. واسه مردان محدودیت خیلی زیاد است، ولی واسه زنان که مطلقاً محدودیت وجود داره. اینها نیست در فرهنگ انسان ایرانی، اینها نبوده. و باور کنید من همیشه تأسف میخورم واسه این مردم شریف، این مردم با فرهنگ، مردمی که دین خودشون رو به تاریخ بشریت ادا کردن، دچار چنین هیولاهایی بشن. و باید برای این راهی اندیشید، کاری کرد، تمام نیرو رو صرف این کرد که از دست چهار تا آخوند نادان جاهل رهایی پیدا کنید. به هر حال امید، متشکرم از توضیحی که دادید. گوشه ها بخشایی از موضوع رو روشن کرد، امیدواریم در برنامه‌های دیگه بتونیم بهش بپردازیم، باز کنیم. اما این سوال بزرگ همچنان به قوت خودش میبخشید باقی هست که چرا ملتی به گفته شما با چون این فرهنگ گسترده‌ای که داره، حالا گوشه‌ای درش هست که از شماجین کردن، لای جرز دیوار گذاشتن، همه اینا در فرهنگ در تاریخ ایران گوشه‌ای هست. مثلا در همین دوران قاجار کاری رو که داعش کرد در دوران قاجار بر سر گروهی از هموطنان به خاطر دین و مذهبشون کردن، اینا گوشه‌ای هست. حتی میگم بحثش طولانی است و خواهیم رسید. مجموعاً شما اون چیزی که گفتید روشن کننده رگه اصلی تاریخ و فرهنگ ایران هست. بیت ناصرخسرو ناصرخان از شاه، اون چیزی که در انقلاب نسبت میدادن به محمد رضا شاه پهلوی، از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. ناصرخسرو متفکر اندیشمند ایرانی در قرن پنجم، در قرن پنجم، پنجم چون این گفت. من آقای چالنگی اگه اجازه بدین من یک توضیح کوتاه بدم، اگر خیلی کوتاه، برای اینکه یمن رو دستمون مونده، سوریه هم مونده. بفرمایید من اشاره کنم، فرمایشی دارم، بفرمایید. یک اشاره کوتاه بکنم، این نمونه‌ای که شما اشاره کردید آقای چالنگی درست هست. ما در این کله مناره ها درست کردن، ساختن، از جناب رودهای خون راه انداختن، آسیاب‌ها رو با خون مردم ایران به راه انداختن. این بخش فرهنگی تاریخ اسلام ایران. اجازه بفرمایید برای اینکه بحث بسیار طولانی است، من نمیخوام الان چون وقتمون کوتاه است، نه، این فقط بعد دوران پس از ورود اعراب و اسلام نیست که اتفاق افتاده. متاسفانه در تاریخ پیش از اسلام هم در ایران ما متاسفانه داشتیم. شاید من نمیدونم، کارشناسان رو میشه آورد صحبت کرد، کارشناسان تاریخ. فرض کنید مغان زرتشتی کم نکردن پیش از اسلام، این هست متاسفانه. یعنی شاید ریشش در این باشه، جایی که دین از جایگاه خودش خارج میشه، میاد پهلو میزنه یا جانشین قدرت سیاسی میشه. این بدون هیچ تعصبی من این رو میگم، نمیشه تاریخ رو متعصبانه بررسی کرد. پیش از اسلام هم آنچه که بر سر مخالفان آمد، به قول معروف کسانی که دین دیگری پیروی میکردن، میدونیم که چه آمد. توسط مغان زرتشتی، مشاوران دستگاه سیاسی اون زمان. بحثش طولانی، امیدوارم یه روزی بتونیم بهش بپردازیم. جناب محمدی عزیز، فقط یه نکته در همین رابطه میخواستم عرض بکنم، فارغ از این بحث جامعه شناسی و تاریخ و غیره. به هر حال میدانیم
که بشریت به جایی رسیده که همونجوری که الان شما اشاره کردین، آقا دین از حکومت جدا باشد، دین یک امر شخصی باشد، بنده میخوام بهایی باشم، میخوام مسلمان باشم، میخوام غیر مسلمان باشم، مسیحی باشم، ربطی به حکومت نداشته باشه، یعنی دینی نداشته باشم، اصلا خدا را قبول نداشته باشم، هر کی باشم. این رو وقتی که جامعه بشری بهش رسیده، بعد از 10 قرن قرون وسطا که اینجا کلیسا حکومت کرده و در جاهای مختلف از دین و از این باورها سوء استفاده کردن، به هر حال دین حاکمیت پیدا کرده، هر زمانی که بوده همین بوده. آقای روحانی چندی پیش گفتن که برای این مسائل هستی و وضع کشور باید رفراندوم کرد. من عرض میکنم آقا همون رفراندومی که 35 سال پیش کردین و دوباره تکرارش بکنین، ببینیم که واقعا مردم به این جمهوری اسلامی رو میخوان. ولی آزادانه، یعنی بیان آزادانه، بله بله، یعنی واقعا رفراندوم درست حسابی، بله، همون رفراندومی که آقای سنجابی به عنوان رهبر جبهه ملی رفت و با گردن افراشته گفت مسلمه من به جمهوری اسلامی. خب بله. یا آقای حاج سید جوادی، علی اصغر حاج سید جوادی که نامه سرگشاده برای کسب آزادی میکرد، اینها برای نسل جوان باید گفته بشه، آمد و در خاطراتشون بله چون من موافق نبودیم ولی به همراهی با مردم رفتیم گفتیم که جمهوری اسلامی آری بله باید هست. خب بله، ببینید 2 دقیقه ما وقت داریم. بله. آقای محمدی عزیز، بله. سوریه مونده، یمن مونده، وزیر دفاع سوریه رفته اونجا، این مجموعه این پولایی که میدن، این کارهایی که میکنن به نفع بچهای خیابون خواب تهران هست، کارتون خواب هست. ببینید جناب چالنگی، نه تنها حمله مغول رو بعدن چهر میدیم، به قول عادی خورسندی میگو فلانی میگه 1 دقیقه وقت داریم حمله مغول رو شهر بدیم. بفرم. نه ببینید، واقعیت این استش که این اقدامات که انجام میشه تعارف نداره که، به نفع مصالح مردم ایران و به نفع مصالح ایران نیست. آدم نمیتونه خودشو گول بزنه، منتها جمهوری اسلامی انقدر زیرکی داره، اصلا کار ملاها همین بوده، آخوند یعنی اصلا کارش همین دیگه، که بیاد بین من و خدا قرار بگیره، بگه تو نمیفهمی من میفهمم چی بگم. برات جوری بازی کرده که حالا بعضیا واقعا فکر میکنن که قدرتی ساقا در منطقه. آخه شما پولای مردم ایرانو برمیدارین، ما با چیز کارتون خواب نداشتیم که در ایران. آخه اصلا ما این لفظ رو والله به خدا تا 10 سال پیش نشنیده بودم، کارتون خواب، کسی تو کارتون میخوابه؟ یا این همه معتاد، یا با کمال خجالت باید بگم زن و دختر ایرانی بفرستن مثلا فلان کشور برای فحشا و فلان. آخه بابا یه چنین چیزی اصلا وجود نداشت. وقت در این حال میان پولهای همین مردم بدبخت فلک زده رو که تنها به صورت پول نفت گیرشون میاد، راحت و آسوده میدن به حزب الله لبنان، میدن به حوثی‌های یمن که آقا به یمن چی کار داری؟ الان شده یه دردسر. متاسفانه آقای چلنگی، اون دفعه خدمتتون عرض کردم با آقای احرار که صحبت میکردن گفتن نه یه نوع جنگ، احمدخان احرار روزنامه نگار استاد، گفتن یه نوع جنگی اصلا شروع شده، تعارف نداره، جنگ سوم دیگه، 2 تا جنگ توی اروپا شروع شده، حالا داره از اون ور شروع میشه. احمدخان احرار سخنانشون رو همراه با استاد دیگر من آقای محمدی، آقای آموزگار و میبینید در برنامه‌هایی که از ایران فردا است. تندرست باشن و شاد مثل همیشه. به پایان برنامه میرسیم آقای محمدی عزیز، سپاسگزارم. این موضوعی که آقای دکتر حسین قاسمی مطرح کردن، کوتاه شدن یک کارشناس صاحب نام در ایران 4 سانتی متر، مردم ایران قدشون کوتاه‌تر شد، در برنامه های دیگه خواهیم پرداخت. سپاسگزار هستیم آقای اسدیان عزیز. منم سپاسگزارم آقای تلگه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنا دراک دلهو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد. We'll be right back.